از عمرمان می‌گذرد، متوجه می‌شویم که آرزوها و تمایلات ما پیچیده‌تر می‌شوند و به همان اندازه ممکن است آرزوها درست و دست نیافتنی باشند. مثلا ممکن است آرزوی ما این باشد که شغل رئیسمان را به دست بیاوریم، اما می‌دانیم که درست نیست این آرزو را ابراز یا عملی کنیم، برای همین آن را پنهان و سرکوب می‌کنیم. ما به جای فکر کردن به دستیابی شغل رئیسمان، سعی می‌کنیم در خواب‌هایمان با فردی که شاید سمبل رئیسمان است رقابت کنیم. ناخودآگاه ما نشانه‌هایی را مد نظر قرار می‌دهد که حکایت از نیت اصلی ما دارد و آن را در خواب و رویایمان بروز می‌دهد. درگیر شدن با فرد سمبولیکی که در خواب با وی رقابت می‌کنیم و بر او پیروز می‌شویم، به نوعی آرزوی سرکوب شده ما را برآورده می‌کند و از این طریق به نوعی خرسندی دست می‌یابیم. خواب و رویاهای ما تصادفی نیستند. کسی که در یک کشتی تفریحی کار می‌کند، در خوابش سوار یک کشتی کوچک می‌شود و از محیط آشنایش دور می‌شود. این شاید به این معنا باشد که کشتی بزرگ خانواده‌اش است و این دور شدن مفهومش این است که می‌خواهد مستقل باشد. در ادامه این ویدیو از کانال یوتیوب زنیس تیوی مواردی را اشاره می‌کنیم که نشان می‌دهد تفسیر رویاها و کابوس‌ها تا چه اندازه مهم و مفید هستند. اگر به تازگی با کانال یوتیوب زنیس تیوی آشنا شدید، کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را فعال کنید. نکته اول، از فرصتی که خواب دیدن برای ما ایجاد می‌کند استفاده کنیم. خواب و رویاهایمان را هر روز مرور کنیم، چون آنها محصول دلمشغولی‌های بخش ناخودآگاه ما هستند. نکته دوم، خواب‌های ما در محیط‌های آشنای ما می‌چرخند. بخشی از خواب‌های ما در نتیجه مستقیم اتفاقاتی است که روز قبل داشته ایم و مرور دوباره است بر آنچه که بر ما گذشته است. نکته سوم، خواب‌هایی که می‌بینیم فقط بازسازی اعمال روزانه ما نیستند. بخشی از آنها مشغول حل مسائلی هستند که در طی روز به نظر غیر قابل حل می‌رسند. بسیاری از اکتشافات و اختراعات دانشمندان جواب‌هایی است که در طی خواب دیدن‌ها به دست می‌آید. نکته چهارم، یادآوری و تفسیر خواب‌های ما می‌تواند بخش‌های عجیب و غیرمنتظره‌ای از هویت ما را به روی ما بگشایند که خواسته یا ناخواسته آنها را پنهان کرده‌ایم. نکته پنجم، ما شاید نمی‌توانیم و یاد نگرفته باشیم که به ناخودآگاه خود دستیابی داشته باشیم، اما اگر یاد بگیریم به بازخوانی خواب‌هایمان نائل گردیم، می‌توانیم با بخش‌هایی از وجودمان که همیشه پنهان هستند نزدیک شویم. نکته ششم، خواب‌ها و رویاها و کابوس‌های ما بی‌معنا نیستند. در درون خواب دیدن‌های هر کدام از ما انواع ایما و اشاره‌ها و نمادهایی وجود دارد که مختص شعور و تجربه و ژن‌های ماست. کشف و تفسیر آنها به شناخت بیشتر خودمان منجر می شود. نکته هفتم، معنای خوابهای ما پوشیده و نامفهوم به نظر می رسند، چون حقایق و نیتهای خوابهای ما می تواند برهم زننده آرامش و امنیت باشند. رویاها و کابوسها بخشی از آرزوهای ما هستند که در حین خوابیدن رخ می نمایند بدون اینکه بیدارمان کنند. خواسته ها و تمایلاتی هستند که بدن ما ایجاد می کند و یک نیاز درونی است. بازنگری و تفسیر و شناخت کدها و رمزهای آنها تنها چیزی که نصیبمان می کند مزه دستیابی به آرزوها و تمناهای پنهان خودمان است. کانال یوتیوب زنیس تیوی رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید.